صدور دستور تخلیه غیر نظامیان از بخش های بیشتری از شهر دیرول در نوار قزه باعث تجمع جمعیت بزرگتری از آوارگان گرسنه در بخش کوچکتری از این سرزمین شد زندگی حدود 89 درصد از ساکنان غزه متأثر از دستور تخلیه ارتش اسرائیل دگرگون شده و آوارگی شدیدتری را بر آنان تحمیل نموده است بر اساس هشدار سازمان ملل متحد محل سکونت کنونی این آوارگان فاقد زیستاخهای حیاتی و خدمات اساسی است آن هم در حالی که ارائه کمکانیز به دلیل مشکلات امنیتی محدود شده است بنابر اعلام سازمان ملل متحد تلاش ها برای توزیع مواد غذایی میان آوارگانیز در پی اخراج اجباری کارکنان سازمان ملل از شهر رفح در جریان عملیات نظامی پیشین برای دومین بار متوقف شده است یک مقام سازمان ملل به رویترز گفته بود فضای عملیات بیش از هر زمان دیگری محدود شده است و دیگر امکان تحویل غذا و ارائه مراقبت های پزشکی وجود ندارد. به گفته ژیل میشاد معاون دبیر کل سازمان ملل در امور ایمنی و امنیت دستور تخلیه دست جمعی آخرین مورد از فهرست طولانی تهدیدهای غیرقابل تحمل برای نیروهای این سازمان و مؤسسات فعال در امور بشردوستانه است چرا که مقام های اسرائیلی تنها به ما چند ساعت فرصت دادند تا بیش از دویز پرسنل سازمان ملل را از دفاتر و محل زندگیشان در دیرالبلاه تخلیه کنیم سازمان پزشکان بدون مرز نیز در بیانیه ای اعلام کرد که کشف بمب در نزدیکی یک بیمارستان این سازمان را مجبور کرده است که مراقبت های پزشکی را در آنجا به حالت تعلیق درآورند. به گفته سازمان جهانی بهداشت 85 درصد از مردم در غزه حداقل یک روز را بدون غذا سپری می کنند.